گزارش نتایج تحقیق بررسی میزان خشونت ها علیه زنان در دوره زمانی 15 اگست 2021 الا 15 اگست 2023 توسط مؤسسه هدیه برای دختران. در آستانه 2 سالگی سقوط نظام جمهوری در کشور و حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان قرار داریم. در این 2 سال حاکمیت این گروه جامعه دچار یک واپسگرایی شده است و این گروه بیشترین محدودیت و ممنوعیت را برای زنان تحمیل کرده است. زنان از حق تحصیل، تعلیم، مشارکت سیاسی و اجتماعی، کار در ادارات دولتی و مؤسسات ملی و بین المللی منع شده اند. این محدودیت ها سبب شده است تا زنان تحت فشار مضاعف و انواع امراض روانی قرار گیرند. بنابر آن شدیم تا طی یک تحقیق علمی این مسئله را مورد مطالعه قرار دادم و زمینه مطالعه را بررسی خشونت ها و مشکلات روانی زنان در 2 سال اخیر قرار دهیم. در این تحقیق 338 خانه مورد مطالعه قرار گرفتند که 50%شان 20 تا 30 سال عمر داشتند. جامعه آماری این تحقیق 20 ولایت افغانستان بوده است. 30.7% این زنان متأهل، 50%شان مجرد و متباقی آنها بیوه و یا هم متعلقه بودند. 41% از این زنان سطح تحصیلیشان لسانس، 60%شان ماستری و متباقی آن متعلم، محصل و خانمهای بی‌سواد تشکیل می‌دهد. 7.1% از این زنان از رفتن به دانشگاه و 3%شان از رفتن به مکتب منع شدند. 51.2% از این زنان شاغل بودند و اکنون شغل خود را از دست دادند. از این سروی شنوندگان 60.7% آنها احساس افسردگی داشتند و 25.1%شان حالت روانی خود را خیلی بد بیان کردند. تنها حدود 10% از این زنان حالت روانی خود را نرمال گزارش دادند. 70% از این زنان مورد انواعی از خشونت ها از جمله آزار و اذیت فیزیکی، روانی و جنسی قرار گرفتند. از این جمله 5%شان آزار و اذیت جنسی، 30.8%شان خشونت های فیزیکی و متباقی دیگر انواعی از خشونت ها را متحمل شدند. 22% از این زنان از تجربه همه انواعی خشونت ها گزارش دادند. 44% از این زنان گفتند که هنوز هم در مرز این نوع خشونت ها قرار دارند و همه روزه این خشونت ها را تجربه می کنند. و ما در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که زنان در افغانستان در 2 سال اخیر مورد خشونت ها و فشارهای روانی زیادی واقع شده اند. 71% پاسخ دهندگان خشونت را تجربه نموده که سبب بروز بیماری های روانی همانند افسردگی شده است. این آمار بسیار بالایی در یک جامعه می باشد که می تواند منجر به مشکلات بسیاری از جمله بیماری های روانی و آسیب های جدی و سلامت جسم و روان آنها می شود. اکنون زنان در افغانستان از هر زمان دیگر نیازمند حمایت و کمک به ویژه و مراقبت های صحی هستند. برای نجات زنان افغانستان از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، برگرداندن حقوق اساسی و شهروندی آنها یک امر ضروری گذاشته می شود.